سلام و شب شما بخیر. به برنامه در کابل چه میگذرد خوش آمدید. سرخط خبرها. شکایت از افزایش پول صرفه برق. چالش های فرای دانش آموزان در پایتخت. بسیاری از دانش آموزان در پایتخت روی خاک و در اوضاع دشوار آموزش میبینند. زیان های برجامانده از رویدادهای هراس افگنانه. کابل در سالهای پسین گویا بیشترین رویدادهای مرگبار و بزرگ هراس افگنانه بوده است. و از ثبت 120 رویداد جنایی در یک ماه پسین در کابل. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید که این رویدادها در برگیرنده جنگ مغلوبه، حمله سلاح بدون مجوز، قاچاق، غصب و سرقت موبایل بوده است. در این برنامه با چالش های شهری کابل میپردازیم تا راه های حل به این چالش ها سنجیده شود و کابل کابل برای زیستن شود. با وجود هزینه شدن پولهای هنگفت روی نظام آموزشی افغانستان، هنوز هم بسیاری از دانش آموزان حتی در پایتخت کشور روی خاک و در اوضاع دشوار آموزش میبینند. بر بنیاد آمارهای وزارت معارف، 140 مکتب در کابل به علت کمبود ساختمان و افزایش جمعیت در پایتخت در خانه های کرایی فعالیت دارند. شمار از دانش آموزانی که در این مکتب ها آموزش میبینند از دشواری اوضاع این مکتب ها سخت انتقاد دارند. پایتخت افغانستان، دانش آموزانی که برای باز شدن دروازه مکتب انتظار می کشند. اما اینجا شمار دیگر مشغول لط و کوب یک دانش آموز هستند. اینجا ساختمان اصلی مکتب عبدالحی الهی در منطقه خیرخانه کابل است. اما کمی دورتر از این ساختمان 1800 دانش آموز کودک با کمترین امکانات روی زمین آموزش می‌بینند. چوکی نداریم، میز نداریم، کمیش نمکالیم خود برمیشه. ما خواهش میکنم از وزارت معارف به ما چوکی و میز بیاره. وزارت معارف خواهش نیستم که بر ما چوکی بتا، میز بتا تا که ما خوبتر درس بخوانیم. این مکتب 11 سال پیش از امروز ساخته شد. 6590 دانش آموز و همراه 136 استاد مشغول آموزش در اینجا هستند. به گفته مسئولان این مکتب، تنها 58 استاد کمبود دارند و هرچند از 6 سال تا کنون تلاش های بسیاری برای حل چالش هایشان کردند، اما تا کنون این تلاش ها راه به جای نبرده است. پیشنهاد دادیم به وزارت معارف به خاطر تعمیر مکتب، جای خود داخل مکتبم جای تعمیر داره که باید تعمیر اعمار شود، ولی متاسفانه یک دفعه اومدن اسکیجام کردن زیربناها بردن، ولی بدبختانه که تا الحال هیچ سرنوشتی از هم تا فعلا معلوم نشده که پروسه کارش تا کجا رسیده تا کجا نرسیده. هر وقتی که در دفتر مراجعه میکنیم میگو مربوط ما نشده، تا فعلا زیر کار است. تنها این مکتب نیست که با چالش های شدیدی روبروست. اینجا در بخش دیگر این منطقه شماری از دانش آموزان مکتب پروژه خراسان با خانواده هایشان در اعتراض به نبود ساختمان برای این مکتب گرد آمدند. دانش آموزانی که ادعا دارند 2 سال است این مکتب ایجاد شده، اما تا کنون مالک ساختمانی نشدند و مجبورند روی سرک آموزش ببینند. تفلای ما در روی سرک در 2 حویلی گرفته بودیم، یک حویلی گرفتیم مور رخصت ما کردن، دیگه حویلی گرفتیم مولا از دیگه حویلی ما در روی سرک است. رئیس جمهور صاحب دیلانه خود میگه که ما یک قدر مکتب جور میکنم، بر معلمین خانه میتم که بلاک جور میکنم که چی میکنم و چی میکنم، اما کلگش دروغ. ظاهرا کمبود ساختمان برای مکتب ها در پایتخت چالش شدید است، چنان که بر بنیاد آمارهای وزارت معارف تنها 140 مکتب در کابل به علت کمبود ساختمان در خانه های کرایی فعالیت دارند.
به دلیلی که در اکثر مناطق ما با کمبود در زمین دولتی مواجه هستیم و از لحاظ کثرت نفوس نیازمندی دیده میشه که مکتب باید موجود باشه، به همو اساس از تعمیرهای کرایی من حیث محیط آموزش استفاده میشه. از لحاظ تجهیزات یک سلسله چالش های در اونجا وجود داره که برش رسیدگی صورت خواهد گرفت. 1.2 میلیون تن شمار مجموعی دانش آموزان در کابل گفته می شود. وزارت معارف شمار مکتب ها در پایتخت را بیشتر از 4000 می گوید. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای شفیق الله صافی، وکیل ناحیه 15 منطقه شهرک 500 فامیلی و همچنان خانم نجیبه آریانس، خانگوی وزارت معارف که روی خط اسکایپ با ما وصل هستند. سلام بر شما، خوش آمدین آقای صافی. خانم آریانس شما هم خوش آمدین به برنامه. آقای صافی، بسته با شما آغاز میکنیم. در منطقه که شما وکیل هستن، دانش آموزان در چه یک شرایط آموزش میبینن؟ سلام بر جناب محمدی، سلام بر بیننده های تلویزیون تلونیوز و یک سلام خاص برای کارکنان تلویزیون تلونیوز. ما مشکلات زیافتر معرف ما داره. در حال که ما میبینیم تمام افغانستان مشکل داره لحاظ معرف، اما ما در شهر کابل مشکلات زیافتره مردم کسایی که در دامنه کوهی میشینن و بسیار مشکلات دارن. ما رئیس حب جمهور در سال 1398 برای ما فرمان داد، فرمان یک مکتب ایجاد یک مکتب برای ما داد که وزارت معارف دور وقت و زمان برای ما 5 بسته و وزیر معارف بلخی صاحب بود برای ما داد. بعد از او که ما چندین بار برای ریاست معارف مراجعه کردیم، کسی برای ما نه تشکیه برای ما مکتب ایجاد کرد و نه به صدای ملت لبه گفت. و بالحال در ساهای ما که دو تعمیر کرایی گرفتیم، یک تعمیر کرا گرفتیم، نتونستیم مورا پورا کرده که کرایش جفتر بود، بعد از او دیگیره. فعلا ما 4 بست رسمی از طرف وزارت معارف برای ما داده شده است که 2 معلم برای ما آمده است. 2 تا معلم داریم، سر مدیریه نداریم، مشکلات زیفتر از در او سایه. بله، مثالاش اگر بگوین کدام مکتب است؟ یکی مکتب که در گزارش هم یک مکتب ابتدایی پروژه خراسان است. یک درست. مکتب دیگر هم که در خوجا در سایه دمی درست شده است، کور افتتاح کردن قهار آسی و در سایه خوجابغرای جدید ما که فاصله این مکتب با اون مکتب 5 کیلومتر بالاتر از 10 کیلومتر فاصله می آید. طفلا همه زمیا بینیم قدر فاصله دورتر می آمدن، اما متاسفانه که وزارت معارف، ریاست معارف در نبود کمبود کتاب، در معلم، در نبود جای برای تمام این مردم رسیدگی کرده ندانست است. بله، این مکتب پروژه خراسان حتی میگن دانش آموزان بر روی سرک اینا دیگر آموزش میبینن. یقینا در روی سرک جاده میشینن. ما چند بار وزیر صاحب معارف برای ما حکم داده است با امی عرایزی که میبینه شما به نظر شما پیش شما هست که تمام وکیلای سایه اوجا و شوراها تمامش تصدیق کردن و ما پیشنهاد بردیم برای رئیس صاحب معارف، وزیر صاحب معارف برای ریاست معارف نشته کرد که شما اجرات کنید، اما ما اونجا رفتیم تدارکاتش برای ما نشته کرده است که شما بری 31 میلیون ما قرضدار سال قبلی هستیم که ما میتونه شما بری اوره از پیش وزیر معارف بگیرید که ما با شما جای بگیریم برای مکتبتون. بله، امین مشکلات را که شما بیرین به عنوان وکیل امان منطقه چقدر در داور است که دانش آموزان حتی روی سرک رو زیر آفتاب و سوزان این آموزش میبینن، اما کسی نیست که لاقل به نمی وضعیت رسیدگی بکنه. ما افسوس میکشیم برای ازی که میگن که ما دیموکراسی است و با قانون اساسی افغانستان ما تطبیق میکنیم. ضمن ازی وزارت معارف برای ما ایتو یادآور میشه که شما بری قضاری ما از وزارت معارف شما بگیری. و دوم دیگه رئیس جمهور برای ما یادآور شد که ما 10000 مکاتب می سازیم و در داخل و افغانستان بر از ملت یک روشنایی به انداختن. بله، دوباره برمیگردم و ادامه صحبت شما را می داشته باشم. خانم آریان، مثال های دیگر از مکاتب که همواره ما به شما بازگو می کنیم، مثلا شما در منطقه 500 فامیلی مکتب خراسان در اینجا مثال شدن که وکیلمون منطقه در اینجا حضور دارن، میگن دانش آموزان روی سرک آموزش میبینن. ما که داشتیم صنفایی که بدون چاکی بودن، بدون میز بودن، آموزگار در اونجا بود، حتی این رم داریم که در روی سرک یک دانش آموز آموزش میبینه. چرا این وضعیت؟ ابتدا اجازه بدیم که ما وضاحت در روی کدام اصل یا اساس ایجاد میشن یا ضرورت به ایجاد مکتب چی اساس است. در جاهایی که تراکم نفوس می باشه و ما مکلف هستیم که اونجا مکتب داشته باشیم و مکتب را باید ایجاد بکنیم،
بنابر درخواست مردم و همچنان بنابر ضرورت که حس میشه اونجا مکتب ایجاد میشه، ولی در جایی که زمین دولتی موجود نباشه و ما این توانایی را نداشته باشیم که زمین را هم خریداری بکنیم، مکلف هستیم که از مکانهای کرایی من حیث مکان آموزشی یا مکاتب استفاده بکنیم. و در ضمن باید یادآوری بکنم که تایید میکنیم هر کاری که تقریبا حدود 140 باب مکتب در کابل در تعمیرهای کرایی بسر میبرن و علتش این است که ما زمین دولتی در اون منطقه ها نداریم کجا بتانیم که مکتب را بسازیم. به همون اساس در مکانهای کرایی ما مکاتب را ایجاد کردیم و دانش آموزا اونجا عملا آموزش میبینن، ولی بگونی هم نیست که در سرک دانش آموزا میبرن و درس بخونن. در هر جایی که مکان کرایی گرفته میشه حداقل روی مسئله توجه میشه که یک مکان مناسبتر و خوبتر باشه، ولی از جایی که معارف افغانستان هم از لحاظ اقتصادی این توانایی را نداره که مکانهای متفشن و یا مکان بسیار بهتر را انتخاب بکنه برای این که ما اونجا مکتب را اینجا خانم آریان، کسی از شما ساختمان مفشن نخواسته بر مکاتب؟ ما پروژه را که بر شما مثال زدم، مکتب پروژه خراسان که وکیل منطقه هم اینجا هستن، عملا میگن ساختمان نیست، دانش آموزان بروی سرک آموزش میبینن. پس این شما نرفتین یا در منطقه یا که نمیدونین اوضاع چیگونه است از دانش آموزان؟ در سراسر افغانستان حدود 18,000 باب مکتب هست و در شهر کابل ما بیشتر از 300 باب مکتب داریم که دانش آموزان اینجا درس میخوانن. ممکن مکانهای باشه که ساختمان بهتری نداشته باشه و جای مناسب نباشه، اما بگونی هم نیست که در روی سرک دانش آموز درس بخونه. اگر یک جای در روی سرک درس میخونه، پس اونجا ما نمیتونیم نامش مکتب بگذاریم. جاهای هست که مکان مناسب نیست و علتش هم این است که از لحاظ تجهیزات و امکانات معارف افغانستان به اون اندازه غنی نیست. هنوز هم 41% از مکاتب افغانستان فاقد تعمیر هستند، به این معنا که در سالهای گذشته تمرکز توجه ویژه که باید روی ساخت و ساز مکاتب صورت میگرفت متاسفانه صورت نگرفته، که به همون اساس چند قبل به اساس فرمان رئیس جمهور مسئله ساخت و ساز مکاتب از مسئولیت های وزارت معارف گرفته شد و به وزارت انکشاف دهات و وزارت شهرسازی سپرده شد، چون در سالهای گذشته مکاتبی که ساخته شده بود نیازمندی دانش آموزان را برآورده نمی کرد و باعث شده که هنوز هم ما در طول چند سالی که گذشته 41% مکاتب ما تعمیر نداشته باشه. به همو اساس تمامی پروژه های ساخت و ساز مکاتب سپرده شد به وزارت محترم انکشاف دهات و وزارت شهرسازی تا در این راستا اونا بتانند در زمینه ساخت و ساز معارف افغانستان را کمک بکنند. بله خانم آریان، به شما برمیگردم و از آقای صافی میخوایم بپرسم که خب همین مکتب وجود دارد، مکتب پروژه خراسان که عملا دانش آموزان برای سرک آموزش میبینند که بیشتر شما تایید کردین، اما خانم آریان میگن که این چیز نیست. ما جا افسوس میکشم که فرمان رئیس صاحب جمهور پیش ماست، ما اونجا یک تقریبا به حدود نیم جریب زمین چهار دیوالی کردگی خود رئیس صاحب جمهور فرمان داده است وزارت مالیه و وزارت معرف برش گفت است که باید برای اینجا مکتب ساخته شوه. برای من پیش ما فرمانش از جمال ناصر رئیس دفتر اداری امور بوده است، این پیش ماست یک موضوع. بس دو مهمی که ما اونجا او را افتتاح کردیم رسما، این کوده مکتبه که برای مکتب داده میشه به معلمین که انتقال میافه، این برای یک اسناد و برای یک جایداد برش انتقال یافته میشه، مکتب ایجاد میشه. و بس دو سوم ما که ما دو بار سه بار به ریاست معرف و وزارت معرف رفتیم، حکم وزیر معرف گرفتیم که برای ما یک تعمیری که یک 10,000 یا 15,000 روپیه کرایش باشه برای ما باید گرفته شوه. این وزارت معرف و ریاست معرف شهر کابل برای ما مدیر رئیس معرف لطف کرد، اما مدیر تدارکات گفت است که ما 31 میلیون افغانی از سال قبلی ما قرضدار هستیم، ما نمیتونیم برای شما گرفته. رسما همینجا نشته کرده است که باید دو سال باید از طرف اولیای شاگردا مکاتب برای کرایه گرفته شود. وقتی که او آدم خانه خود کرایه داده بود ما را کشید برای سرک، امین امروز ما اولادم و تمام برای سرک هست که ما خانه شخصی خود رفتیم برای بیکار کردیم، فرض گرفتیم، ظرف گرفتیم برای تمام شاگردا که باش که درس معلم نداریم دم امروز، یا برای ما خیال بافی خود از یافتر میکنن، ما افسوس میکشیم. بله خانم آریان، جواب شما بفرمایید. مکتبی که ایجاد میشه نیازمندی را داره که باید کد تشکیل برش در نظر گرفته شد، و اگر اینا امروز معلم رسمی ندارن، من اینا میپرسم که در زمانی که مکتب ایجاد میشد چگونه اینا مکتب را ایجاد کردن و چگونه از مکتب از معارف اینا حکم ایجاد مکتب را گرفتن که کد تشکیل ندارن؟ متاسفانه مشکلاتی که در قبل وجود داشت همین اساس بود که مکتب ایجاد میشد ولی کد تشکیل برش در نظر گرفتن نمیشد. مکتب ایجاد میشد بر مکانش، بر زمین اگر دولتی موجود می بود یا نمی بود توجه صورت نمی گرفت. مکان های حتی در نظر گرفته شدن بر یک سال کرایه شده و بعد از او
اونا به سرداشت ماندم قسمی که اینا یادآوری کردن. اگر مکتب اینا معارف در قبل حکم داده بود، این واقعا مسئله است که باید بررسی شود که بر کدام اساس مکتب ایجاد شده بود که هنوز هم اینا کود برای تشکیل ندارن و معلم ندارن. یکی از چالش هایی است که باید برش توجه شود و بررسی صورت بگیره که چرا چنین مکتب ایجاد شده که کود تشکیلش مشخص نیست و معارف برش حکم داده ریاست معارف شهر که ما توانایی را نداریم که کرایش را پرداخت کنیم. در صورتی که کرایه یک مکتب پرداخت نمیشه و امکانات وجود نداشته باشه که کرایش پرداخت شود، چرا برش ای اجازه داده شده که باید این مکتب فعال باشه؟ بله، آقای صافی. آیا ما از یا سوال میکنیم که امینی سرپرست ریاست استجاب و امانگی برنامه های رابطه تأمین کنندگان است یا نیست؟ امضاش است و او وقت چهار کودی که با معلمینی که با کودش برای ما داده شده است، امروز ما افسوس به این میکشیم که یا میگن ما مکتب ایجاد نکردیم. بحث دوم ما می است که در وزارت معرف در وزارت معرف برو یک تاریزه کسی ده کسی باس نمیکنه. امروز افسوس جای میکشیم که تمام دنیا احترام بر معلم گذاشته میشه، بر شاگرد احترام گذاشته میشه، اما در افغانستان ما یک برنامه نداره که وزارت معرف برای ما ایجاد شوه که ایجاد بر سالهای قبلی، اما متاسفانه از سال 89 1489 هیچ برنامه در وزارت معرف گرفتن میشه که ما افسوس به این میکشیم. یعنی به همین مکتب شما عملا دو آموزگار رسمی داره که فرستاده شده؟ دو تا. بله دیگر چهار دانه کد رسمی داریم، برای ما تا بالا کسی روی نکرد از این. درست خانم آریان، میگن کد وجود داره، حتی دو معلم به گونه رسمی آمده در این مکتب آموزش میبینه، چگونه شما خبر ندارین که مکتب زیر نام پروژه خراسان وجود داره؟ برام جالب است. ای نمیگیم که ما خبر نداریم که مکتب زیر نام پروژه خراسان وجود نداره. بحث ما اینجاست که با دو کود چگونه مکتب ایجاد میشه. در صورتی که اینا چهار کود خالی دارن، باید کمیسیون اصلاحات اداری گزارش ارائه میکردن که ما کودهایشان را از طریق کمیسیون اصلاحات اداری به اعلام گذاشته میشد و برشان معلم استخدام میشد تا کودها پر میشدن. اما وکیل یک منطقه مکلف است که برای مکتب ایجاد بکنه، کود بگیره، آموزگار بیاره، امکانات بیاره، یا که مسئولیت شماست؟ اگر این همه کار خود مردم باید انجام بدن، پس شما چی میکنین در وزارت معرف؟ اجازه بدین همین مردم برن و کارشان انجام بدن؟ در جاهایی که مکتب جدید ایجاد میشه و به درخواست مردم ایجاد میشه، معمولا جاهایی هست که اونجا تراکم نفوس بسیار زیاد میباشه. در چهار طرف مکاتبی که وجود داره، از نظر کثرت دانش آموزان این نیازمندی دیده میشه که باید مکتب جدید ایجاد شود یا مکتب در کنار وجود داشته باشه. به همون اساس پیشنهاد از طرف اهالی محل داده میشه و برشان مکتب ایجاد میشه. یعنی سروی هممسالی در این راستا امکان نداره که در سراسر افغانستان وجود داشته باشه که هر منطقه بررسی شه و یک مکتب جدید نیاز هست ایجاد شه. بنان همیشه درخواست از طرف مردم و اهالی منطقه صورت میگیره و معارف با او موافقه میکنه و مکتب ایجاد میکنه و برشان کود تشکیل داده میشه و پس از او در راستای مکان و امکانات برشان اقدام شود. درست، روی امکانات شما صحبت کردین، پس یک مثال دیگه هم بر شما میزنم. مکتب عبدالحی که در منطقه خیرخانه کابل است، شما اگه یک بار برین به اونجا ببینین که وضعیت دانش آموزان چگونه است. با کمترین امکانات اینا آموزش میبینن، بر روی خاک زیر آفتاب سوزان اینا آموزش میبینن. مثال های اینچنینی ما بر شما بسیار زیاد داریم. ناحیه هفته میتونه مثال دیگهش باشه، منطقه سرکوتل خیرخانه میتونه مثال دیگهش باشه. اگر شما عملا برین که وضعیت دانش آموزان چگونه است، چه زمان شما امکانات فراهم میسازین به این دانش آموزان که درست آموزش ببینن؟ خانم آریان، صدای مرا شما دارین؟ آقای صافی، از شما میخوایم بپرسم با این کمترین امکانات که مکاتب افغانستان به ویژه در منطقه خیرخانه، منطقه 500 فامیلی که شما زندگی میکنین، دشوار است که یک دانش آموز دیگر آموزش ببینه. چی باید شوه که این مشکلات دیگر رفع شوه و با بهانه نباشه که ساختمان نیست، خب پول نیست یا مشکلات دیگر در این قسمت وجود داره؟ ما سوال ما برای خانم سخنگوی وزارت معرف است که شما فکر بکنید که یک طفلی که 7 سال میباشه برای مکتب صنف اول مکتب میره، بله، او ضرورت است که باید 10 کیلومتر یا 5 کیلومتر طی کنه تا بر یک مکتب برسه. وقتی که از این فاصله را میره، این رطوبت هوای گرمی بالاش و از پایین سرک خامه ارتفاع بلند پایین، این موضوع بحث دوم سوم است که ما خواهش شما از ایسا بی جمهوری است که
و از معاونت اول ریاست جمهوری خواهش ما میست که باید اقدام بکنه به وزارت معرف هرچی عاجلتر برش یا وزیر خوبتر برش تدارک ببینن یا از طریق پارلمان میره نظر رایی که میدن و از برنامه دوم ما که ریاست معرفه ای چندین سال است که یک نفر در گروگان گرفته است هیچ کسی تغییرات نمیاره در ازی آردن میتونه الا چی است چرا رئیس جمهور در سر ازی توجه نمیکنه بگذارن که مردم دیگه کادرایی که در معرف وجود داره یا باید بعد در وظیفه باید گماشته شود چی باید شو بر حل این مشکلات که در حال حاضر مکاتب روبرو است یک مدیریت درست نیاز است که اول باید ایجاد شود که مکاتب بتونه اداره درست بکنه همواره زمانی که ما از وزارت معرف در مورد مشکلات مکاتب میپرسیم از کمبود امکانات گرفته ساختمان و آموزگار و وسایل دیگر خب صحبتشون همین است که مشکلات هست و ما رسیدگی میکنیم یا گاهی اوقات هم حتی نمیپذیرند که همچون یک مشکلات عملا در شهر کابل در مکاتب وجود داشته باشه اجازه بده که ما بحث زیافتر یا در گوششون باشه پیش از 7 میلیون نفوذ در شهر کابل زندگی میکنه ضرورت بر یک مدیریت بسیار قوی توانا که باید اینمی معرف است که امروز رئیس جمهور در ریاست است و قانون اساسی است که این معرف است اگر امروز معرف نداشته باشیم ما طفل ما که مثال احیانا از 7 سالگی تا صنف 10 که میره باید حداقل یک چیزی آموزش ببینه ایره که نتونه خو مشکلات از باز اینمو کوچه است و اینم پس کوچه است تمام طفلای نموتور یک چیزی میروین ما همه چیز ما معرف ماست باید یک توجه جدی قاطعانه رئیس جمهور در این برنامه بگیره که بتونه تا این ملت از این بحران براین درست و اگر این مشکلات حل نشه اگر از این مشکلات حل نشه ما به این متوقن هستیم که ملت کابل و این پروژه که در این ساعت ما زندگی میکنیم خاموش نخواست شستیم به این متوقن باشی که از خاطر حق و حقوقی که ما اولاد ما طفل ما بالای ما داره ما از این خواهد دفاع کردیم بله امین صحبت هایی که خانم آریان داشتن سخنگوی وزارت معارف بر شما قابل قناعت است یعنی شما نشانه دیدین که لاقل بعد از این کار قرار است که انجام شود بر حل این مشکلات که در حال حاضر ما در مکاتب رو برواسته ما که فکر میکنم اگر امی طور یک برنامه که در وزارت معارف روان است به این متوقن هستم که هیچ وقت و زمان نگه بر کسی که نخواد یک کاری صورت بگیره بله تشکر آقای صافی سپاس از این که شما حضور یافتین تشکر شما کابل در سالهای پسین گوی بیشترین رویدادهای مرگبار و بزرگ هراس افغانانه بوده است اما پس از هر رویداد چه بر سر قربانیان این رویدادها می آید عبدالودود تمیم خبرنگار تولو نیوز برای پاسخ به این پرسش چگونگی زندگی خانواده ای را 12 ساعت پس از انفجار در کابل به تصویر کشیده است خانواده ای که در انفجار همه شهای خانهشان شکستن و اثرهای بر روح و روانشان نیز گذاشته است 12 ساعت پس از یک شب تاریک رویداد برخواسته از انفجار سه‌شنبه شب بر یک کاروان نیروهای امنیت ملی در بخشی از پایتخت هرچند محل رویداد پاک شده است اما خانه های نزدیک به آن همچنان مشغول پاکسازی خسارات برجامانده از این رویداد هستند به خانه مردی می رویم که بخشی از حویلی خانه اش انبار شیشه ها شده است مردی با بیماری قلبی و دو اسپرینگ در قلبش ساعت 10 انفجار شد ما در سرک بودم ما متوجه به همی شدم که برادر بزلا آیا برق شورتی کرد که خلم بز کرد ما در سرک خود انداختم نخیزم تا وقتی که انفجار خاموش شد آمده که بزر خانه گرد وارد است این رویداد نه تنها همه شیشه های این خانه را ذره ذره ساخته است بلکه روح این خانواده را نیز شکستانده است پس از اینکه نزدیک به ساعت 10 دیشب انفجار در چهار راه شهید کابل رخ میده این انفجار به خانه های اطراف از این رویداد هم بسیار زیاد صدمه رسانیده است این یکی از همین خانه ها است که در چند متری این رویداد قرار داره و هیچ شیشه برای از این خانه نمانده است و آل و حوضای از این خانواده را و یک چنین یک آلت ناگواری رسانیده است اثرهای این رویداد فراتر از اعضای این خانواده است چنان که فیض الدین هر لحظه تماسی از نزدیکانش دریافت می کند و پاسخ جز ناامیدی ندارد کل شام شیشه و کتاره و چیزی که بنده بتکید خدا را شکر ده اگر زندگی بود دیگه جور میکنیم قربان است قربان است بخیر باشی اگر ما دادیم که دشمنای خاک بدن است که تلاش کرد ما خاک را ترک میگوییم فریدون دومین خردترین عضو این خانواده است کودکی که پس از انفجار
شوکه شده است. سعی داشتیم انفجار که انفجار شد، یک دفعه خانه فکر کنی که خانه یک دفعه بالا میشد، خانه یک دفعه بالا شد پس پایین افتید. یک رقم بسیار خطرناک، بسیار وحش زده شد. ترسیدم. خب در این خانه دیگه بودیم که کت مادرم بودم، انفجار که شد دادالیز، اول دادالیزم بودیم، با پس رفتیم در داخل خانه، دیدیم که داخل خانه شیشه زیاد است، باز رفتیم پایین روی اولی آمدیم که روی اولی رو شیشه جمع کنیم. از کلیم تیر کردنم این آبادوشم مطلقاً بیکار است. این انفجار بیشترین نزدیکان این خانواده را به این خانه ها ورده است. همه مشغول گردآوری شیشه های شکسته اند. این مرد از حصه اول خیرخانه خودش را به اینجا رسانیده است. خواست همه مردم صلح است. یگانه خواست مردم صلح است. حالا از کوچکترین طفلی جامعه پرسان کنی فقط صلح، صلح، صلح. اما با این صلح رایت نمی بینیم و دولت یک ذره توجه کنه، حداقل امنیت کابل تامین بکنه. برای دولت میگیم که دولت باید بر وسیله میشه که دیتا بین خود جور بیاد و دیوارم دادم. وقتی که بین خود جور نماشه و معلوم دار که نمیند به دی صلح. هرچند بیرون از این خانه دکانهای نزدیکش نیز از زیانهای این رویداد بدون نمانده است، همه اکنون مالکان این تجارتهای کوچک از یک سو باید دکانهایشان را بازسازی کنند و از سوی دیگر کاروبارشان را ادامه دهند. همیشه میان افغانهای ما را میکشند به نام جنت رفتن. بگذارید جنت رفتن، بالاخره شاید این جنت هم پر شده باشد. بس است، زیاد کشت خون کردین، بس است برادر کشی را. این نخستین انفجار بزرگ پس از اعلام بیرون شدن نیروهای آمریکایی در کابل است. فکر نه هم وقفه داریم. با ادامه برنامه در کابل چه می‌گذرد خوش آمدید. شمار از پایتخت نشینان از آنچه که افزایش صرفه برق در پی ماهانه شدن روند پرداخت هزینه مصرف برق سوی شرکت برشنا در کابل شکایت دارند. این باشندگان میگن با آنکه هیچ گونه کاهش در بهای مصرف برق نیامده است، بل آنان مجبورند تا 25 افغانی هر ماه به گونه اضافی زیر نام کمیشن بانکی و هزینه چاپ بل برق بپردازند. این در حالی است که پیش از این 1 کیلووات برق از 0 تا 200 کیلووات 1 کیلووات 2.5 افغانی بود، اما اکنون این نرخ به 0 تا 100 کیلووات هر کیلووات مبلغ 2.5 افغانی و از 101 کیلووات تا 200 کیلووات به 3.75 افغانی افزایش یافته است. بر بنیاد این تصمیم شرکت برشنا نه تنها زمان تحویلی بل صرفیه برق به یک ماه کاهش یافته است، بلکه در نرخ چگونگی شمارش هزینه برق نیز تغییر آمده است. چنان که پیش از این 1 کیلووات برق از 0 تا 200 کیلووات، 1 کیلووات 2.5 افغانی، از 201 تا 400 کیلووات 1 کیلووات 3.75 افغانی و از این بیشتر 1 کیلووات 6.25 افغانی هزینه داشت. اما اکنون با تغییر این نرخ از 0 تا 100 کیلووات 1 کیلووات 2.5 افغانی، از 101 تا 200 کیلووات 3.75 افغانی و از 201 تا 350 کیلووات 6.25 افغانی و از 351 تا 1000 کیلووات 8.75 افغانی هزینه خواهد داشت. اوس خو دغه د میاشتنی بل دوره شده له کابله پیلیږي، د همال د میاشت له پای نه به دا شروع کیږي. شپږ میاشتې وروسته د افغانستان لویو ښارونو لکه هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ ته او د یو کال نه تر یو نیم کاله پورې به دا د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې دا بهیر تطبیق شي. بر بنیاد این روش شرکت برشنا در گرفتن هزینه های برق نه تنها کاهش در نرخ اصلی برق نیامده است، بلکه تنها هزینه برق به گونه ماهوار سنجش خواهد شد. در کنار این هر شهروند کشور که پیش از این برای هر بل صرفیه برق در دو ماه
25 افغانی هزینه چاپ و کمیشن بانکی می پرداخت، او کنون این هزینه را در یک ماه باید بپردازد، یعنی دو ماه 50 افغانی. شاید یک عوام فریبی باشه، مثلا قبلا ما اگر در یک ماه برق مصرف میکردیم فرضاً 1000 افغانی میشد، در ظرف دو ماه ما 1000 افغانی تحویل میکردیم، ولی که یک ماه ساختن امیر تقسیم کردن بر دو ماه، یک ماهش 500، ماه دیگهشون 500، که در پولی ازی امی مبلغ 25 افغانی کمیشن بانکی و قرطاسیشان که است یا مضافه میشه سر مشترکین. در ضمن اگر مشتری مسافهش از بانک یا اونجا یک پول پرداخت میکنه دورتر باشه، طبعا یک سرگردانی دوباره برشان میشه. شماری از پایتخت نشینان هرچند از ماهوار شدن زمان تحویلی بلهای برق استقبال میکنند، اما از شرکت برشنا میخواهند تا هزینه برق را نیز کاهش دهد. خدا کنه که به شکل استاندارد میترها میترخانی شوه و همون شکلی که گشته به همون شکل مردم به بل چاپ کنه، به مردم توزیع کنه، مردم بپردازه. اما به این تصمیمش خوش نیستیم که بلی برق خیلی گزاف است و خیلی بلند است، حداقل باید کیلواتی دو روپا باشه. اگر در این تجدید نظر شوه که از آلت تصاعدی تبدیل به قیمت که معین باشه، کو مثلا از 1 کیلووات تا 1000 کیلووات اگر مصرف کننده مصرف میکنه، یک مشترک مصرف میکنه، او با حالت دو چند و سه چند و چهار چند نره. ای که اول برق به روزانه خودش منظم نیست که می خدمات به شکل منظم به شهروندا عرضه شوه، اما در پولیش وقتی که میبینید که کنار از اینکه وقتی که بلا میاید، بلا به نهایت بلند هستن، قیمت برق هم به نهایت بلند است، اما وقتی که به گراف خدمات میبینی، خدمات بسیار پایین است. در همین حال کمیسیون رسیدگی به شکایت های مجلس نمایندگان از تلاش ها برای یکسانسازی پول برق در شماری از ولایت ها و نیز برطرف ساختن هزینه های اضافی در بل های برق خبر می دهد. ما مسئولین برشنا را خواستیم در کمیسیون، اونا بر ما وعده سپردن که تعرفه تمام ولایت های افغانستان یکسان میشه و اینمی فستانی و مصارف گذاب که سر بلا میایه اونا رفع میشه و همچنان ماوار میشه مسائل قرطاسی است و یکان مسائل هایی که فعلا در تعرفه های قبلی بودن اونا برطرف میشه و طبق وعده از اینا در مدت 40 روز تعرفه های یکسان میشه، دیگه هیچ نوع مشکل در مورد برق ولایت ها وجود نمیداشته باشه. نه تنها هزینه برق همواره با ناخشنودی شهروندان کشور همراه بود است، بلکه پرچاوی های برق نیز از چالش های شدید برق در سراسر افغانستان است. بر بنیاد آمارهای شرکت برشنا 1091 میگاوات مقدار مجموعی برق سراسر کشور را می سازد که تنها 850 میگاواتش وارداتی است. در این میان تنها 550 میگاوات برق مقدار برق مورد نیاز پایتخت گفته می شود. در همین رابطه ما نماینده از شرکت برشنا را دعوت کرده بودیم که در رابطه با پرسش های مردم در مورد افزایش هزینه های برق چی در قسمت یک پول اضافی به عنوان کمیشن بانکی و هزینه چاپ بل برق که ماهانه در حدود 25 افغانی پرداخت میشه، که یعنی پیش از این دو ماه 25 افغانی پرداخت میشد، اکنون هر ماه 25 افغانی که دو ماهش 50 افغانی میشه و در کنار از این که کیلووات برق هم افزایش پیدا کرده، هزینه پرسش های زیاد بود که باید شرکت برشنا در این رابطه پاسخ ارائه میکردن، اما متاسفانه در آخرین لحظات از حضورشان در برنامه منصرف شدن و همچنان پرسش های مردم به پاسخ مانده در رابطه با افزایش از نهای برق و چگونگی ماهانه شدن روند بلهای صرفه برق. کابل در سالهای پسین گواهی بیشترین رویدادهای مرگبار و بزرگ هراس افغانانه بوده است، اما پس از هر رویداد چه بر سر قربانیان این رویداد می آید؟ خبرنگار تولونیوز هم برای پاسخ به این پرسش چگونگی زندگی خانواده ای را که 12 ساعت پس از انفجار در کابل به تصویر کشیده است. خانواده ای که در این انفجار همه شیشه های خانهشان شکستند و اثرهای بر روح و روان این خانواده نیز این انفجار گذاشته است. 12 ساعت پس از یک شب تاریک، رویداد برخواسته از انفجار سه‌شنبه شب بر یک کاروان نیروهای امنیت ملی در بخشی از پایتخت. هرچند محل رویداد پاک شده است، اما خانه های نزدیک به آن همچنان مشغول پاکسازی خسارات برجامانده از این رویداد هستند.
به خانه مردی می رویم که بخشی از حویلی خانه اش انبار شیشه ها شده است. مردی با بیماری قلبی و دو اسپرینگ در قلبش. ساعت ده انفجار شد، من در روی سرک بودم. ما متوجه به همی شدم که برادر بزلا آیا برق شورتی کرد که خلم بز کرد، من در روی سرک خود انداختم نخیزم. تا وقتی که انفجار خاموش شد آمده که بزر خانه گرد وات است. این رویداد نه تنها همه شیشه های این خانه را ذره ذره ساخته است، بلکه روح این خانواده را نیز شکستانده است. پس از اینکه نزدیک به ساعت ده دیشب انفجار در چهار راه شهید کابل رخ می‌دهد، این انفجار به خانه های اطراف از این رویداد هم بسیار زیاد صدمه رسانیده است. این یکی از همین خانه ها است که در چند متری این رویداد قرار داره و هیچ شیشه برای از این خانه نمانده است و آل و حوضای از این خانواده را به یک چنین یک آلت ناگواری رسانیده است. اثرهای این رویداد فراتر از اعضای این خانواده است، چنان که فیض الدین هر لحظه تماسی از نزدیکانش دریافت می کند و پاسخ جز ناامیدی ندارد. کل شام شیشه و کتارا و چیزی که بنا بتکید، خدا را شکر ده که زندگی بود دیگه جور میکنیم. قربان است، قربان است، بخیر باشی. اگر ما دادیم که دشمن های خاک بدن است که تلاش کرد ما خاک را ترک میگیم. فریدون دومین خردترین عضو این خانواده است، کودکی که پس از انفجار شوکه شده است. سعی داشتیم سریا که انفجار شد، یک دفعه خانه فکر کنی که خانه یک دفعه بالا میشد، خانه یک دفعه بالا شد پس پایین افت. یک رقم بسیار خطرناک، بسیار وحش زده شدیم. ترسیدم خب در این خانه دیگه بودیم که کت مادرم بودم. انفجار که شد دادالیز، اول دادالیز هم بودیم، با پس رفتیم در داخل خانه، دیدیم که داخل خانه شیشه زیاد است، باز رفتیم پایین روی اولی آمدیم که روی اولی رو شیشه هاش جمع کنیم. از پرین تیر که نوازشم مطلقا بکار است. این انفجار بیشترین نزدیکان این خانواده را به این خانه آورده است. همه مشغول گردآوری شیشه های شکسته اند. این مرد از حصه اول خیرخانه خودش را به اینجا رسانیده است. خواست همه مردم صلح است. یگانه خواست مردم صلح. حالا از کوچکترین طفلی جامعه پرسان کنی فقط صلح، صلح، صلح. اما با این صلح رایت نمی بینیم و دولت یک ذره توجه کنه، حداقل امنیت کابل تامین بکنه. برای دولت میگیم که دولت باید هر وسیله میشه که دیتا بین خود جور بیان و دیوارم دادم. وقتی که بین خود جور نماشه و معلوم دار که نمیان به دی صلح. هرچند بیرون از این خانه دکانهای نزدیکش نیز از زیانهای این رویداد بدون نمانده است، همه حکنون مالکان این تجارتهای کوچک از یک سو باید دکانهایشان را بازسازی کنند و از سوی دیگر کاروبارشان را ادامه دهند. همیشه میان افغانهای ما را میکشند به نام جنت رفتن. بگذارید جنت رفتن، بالاخره شاید این جنت هم پر شده باشد. بس است، زیاد کشت خون کردین، بس است برادر کشی را. این نخستین انفجار بزرگ پس از اعلام بیرون شدن نیروهای آمریکایی در کابل است. بر بنیاد آمارهای فرماندهی پلیس کابل، در یک ماه پسین سال روان اجری خورشیدی بیشتر از 120 رویداد جنایی در پایتخت رخ داده است. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید که این رویدادها در برگیرنده جنگ مغلوبه، حمله سلاح بدون مجوز، قاچاق، غصب و سرقت موبایل بوده است. و گفته این فرماندهی در پیوند به این رویدادها بیشتر از 230 تن بازداشت شدند. فرماندهی پلیس کابل می‌افزاید که جنگ مغلوبه بیشترین آمار را در میان این رویدادهای جنایی در یک ماه پسین در کابل داشته است. مثلا فرماندهی پلیس کابل حد اوسط جرم‌های جنایی در پایتخت را تا 5 رویداد در یک شبانه روز می‌گویند. این در حالی است که روزهای گذشته کشته شدند 2 پلیس در حوزه سیوم و 1 افسر کماندو در قلعه ایدرخان پغمان گزارش شده است. در ماه عمل سال 1400 بیش از 120 واقعه جرمی که از جرم جنایی است در کابل اتفاق افتاده.
این جرایم مختلف است، از جنگ مغلوبه با آغاز تا حمل سلاح بدون مجوز، سرقت و قاچاق، به می ترتیب غصب و سرقت موبایل و دا مورد دیگه جرمی که در محیط و در شهر هست. در پایان هم بیننده چند گزارش دیگر باشد. وقتشون بخیر. خدا نگهدار. بر بنیاد این تصمیم شرکت برشنا، نه تنها زمان تحویلی بل صرفیه برق به یک ماه کاهش یافته است، بلکه در نرخ چگونگی شمارش هزینه برق نیز تغییر آمده است. چنان که پیش از این 1 کیلووات برق از 0 تا 200 کیلووات، 1 کیلووات 2.5 افغانی، از 201 تا 400 کیلووات 1 کیلووات 3.75 افغانی و از این بیشتر 1 کیلووات 6.25 افغانی هزینه داشت. اما اکنون با تغییر این نرخ از 0 تا 100 کیلووات 1 کیلووات 2.5 افغانی، از 101 تا 200 کیلووات 3.75 افغانی و از 201 تا 350 کیلووات 6.25 افغانی و از 351 تا 1000 کیلووات 8.75 افغانی هزینه خواهد داشت. اوس خو دغه د میاشنې بل دوره شده له کابل پیلېږي، د همال د میاشې له پای نه به دا شروع کېږي. شپږ میاشتې وروسته د افغانستان لویو ښارونو لکه هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ ته او د یو کال نه تر یو نیم کاله پورې به دا د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې دا بهیر تطبیق شي. بر بنیاد این روش شرکت برشنا در گرفتن هزینه های برق، نه تنها کاهش در نرخ اصلی برق نیامده است، بلکه تنها هزینه برق به گونه ماهوار سنجش خواهد شد. در کنار این، هر شهروند کشور که پیش از این برای هر بل صرفیه برق در 2 ماه 25 افغانی هزینه چاپ و کمیشن بانکی می پرداخت، اکنون این هزینه را در 1 ماه باید بپردازد، یعنی 2 ماه 50 افغانی. شاید اگر وام فریبی باشه، مثلا قبلا ما اگر در 1 ماه برق مصرف میکردیم فرضاً 1000 افغانی میشد، در ظرف 2 ماه 1000 افغانی تحویل میکردیم، ولی که 1 ماه ساختن امیر تقسیم کردن بر 2 ماه، 1 ماهش 500، ماه دیگه شون 500، که در پولی ازی امیر مبلغ 25 افغانی کمیشن بانکی و قرطاسیشان که است یا مضافه میشه سر مشترکین. در ضمن اگر مشتری مسافهش از بانک یا اونجا یک پول پرداخت میکنه دورتر باشه، طبعا یک سرگردانی دوباره برشان میشه. شماری از پایتخت نشینان هرچند از ماهوار شدن زمان تحویلی بلهای برق استقبال میکنند، اما از شرکت برشنا میخواهند تا هزینه برق را نیز کاهش دهد. خدا کنه که به شکل استاندارد مترا مترخانی شوه و همون شکلی که گشته به همون شکل مردم به بل چاپ کنه، به مردم توزیع کنه، مردم بپردازه. اما به این تصمیمش خوش نیستیم که بلی برق خیلی گزاف است و خیلی بلند است. حداقل باید کیلوواتی 2 روپا باشه. اگر در این تجدید نظر شوه که از آلت تصاعدی تبدیل به قیمت که معین باشه، مثلا از 1 کیلووات تا 1000 کیلووات اگر مصرف کننده مصرف میکنه، یک مشترک مصرف میکنه، او با حالت 2 چند و 3 چند و 4 چند نره. ای که اول برق به روزانه خودش منظم نیست که می خدمات به شکل منظم به شهروندا عرضه شوه. اما در پولیش وقتی که میبینید که کنار از اینکه وقتی که بلا میاید، بلا به نهایت بلند هستن، قیمت برق هم به نهایت بلند است، اما وقتی که به گراف خدمات میبینی، خدمات بسیار پایین است. در همین حال کمیسیون رسیدگی به شکایت های مجلس نمایندگان از تلاش ها برای یکسانسازی پول برق در شماری از ولایت ها و نیز برطرف ساختن هزینه های اضافی در بل های برق خبر می دهد. ما مسئولین برشنا را خواستیم در کمیسیون، اونا بر ما وعده سپردن که تعرفه تمام ولایت های افغانستان یکسان میشه و یعنی فستانی و مصارف گذاب که سر بلا میایه اونا رفع میشه و همچنان ماوار میشه مسائل قرطاسی است و یکان مسائل هایی که فعلا در تعرفه های قبلی بودن اونا هم برطرف میشه و طبق وعده از اینا در مدت 40 روز تعرفه های یکسان میشه، دیگه هیچ نوع مشکلی در مورد برق ولایت ها وجود نمیداشته باشه. نه تنها هزینه برق همواره با ناخشنودی شهروندان کشور همراه بوده است، بلکه پرچاوی های برق نیز از چالش های شدید برق در سراسر افغانستان است.
بر بنیاد آمارهای شرکت برشنا 1091 میگاوات مقدار مجموعی برق سراسر کشور را می‌سازد که تنها 850 میگاواتش وارداتی است. در این میان تنها 550 میگاوات برق مقدار برق مورد نیاز پایتخت گفته می‌شود. پایتخت افغانستان، دانش آموزانی که برای باز شدن دروازه مکتب انتظار می کشند. اما اینجا شمار دیگر مشغول لط و کوب یک دانش آموز هستند. اینجا ساختمان اصلی مکتب عبدالحی الهی در منطقه خیرخانه کابل است. اما کمی دورتر از این ساختمان 1800 دانش آموز کودک با کمترین امکانات روی زمین آموزش می‌بینند. چوکی نداریم، میز نداریم، کمیش نیم کلم خود پر میشه. ما خواهش میکنیم از وزارت معرف به ما چوکی و میز بیاره. وزارت معرف خواهش نیستم که بر ما چوکی بده، میز بده تا که ما خوبتر درس بخوانیم. این مکتب 11 سال پیش از امروز ساخته شد. 6590 دانش آموز و همراه 136 استاد مشغول آموزش در اینجا هستند. به گفته مسئولان این مکتب تنها 58 استاد کمبود دارند و هرچند از 6 سال تا کنون تلاش های بسیاری برای حل چالش هایشان کردند، اما تا کنون این تلاش ها راه به جای نبرده است. پیشنهاد دادیم به وزارت معارف به خاطر تعمیر مکتب، جای خود داخل مکتبم جای تعمیر داره که باید تعمیر اعمار شود، ولی متاسفانه یک دفعه اومدن اسکیج هم کردن، زیر بناها بردن، ولی بدبختانه که تا الحال هیچ سرنوشتی از امون هم تا فعلا معلوم نشده که پروسه کارش تا کجا رسیده. هر وقتی که در دفتر مراجعه میکنیم میگو مربوط ما نشده، تا فعلا زیر کار است. تنها این مکتب نیست که با چالش های شدیدی روبروست. اینجا در بخش دیگر این منطقه شماری از دانش آموزان مکتب پروژه خراسان با خانواده هایشان در اعتراض به نبود ساختمان برای این مکتب گرد آمدند. دانش آموزانی که ادعا دارند 2 سال است این مکتب ایجاد شده، اما تا کنون مالک ساختمانی نشدند و مجبورند روی سرک آموزش ببینند. تفلای ما دروی سرک در دو حویلی گرفته بودیم، یک حویلی گرفتیم مور رخصت ما کردن، دیگه حویلی گرفتیم مال از دیگه حویلی ما دروی سرک است. رئیس جمهور صاحب در اعلانه خود میگه که ما یک قدر مکتب جور میکنم، بر معلمین خانه میتم که بلاک جور میکنم که چی میکنم، اما کلگیش دروغ. ظاهرا کمبود ساختمان برای مکتب ها در پایتخت چالش شدید است، چنان که بر بنیاد آمارهای وزارت معارف تنها 140 مکتب در کابل و علت کمبود ساختمان در خانه های کرایی فعالیت دارند. به دلیلی که در اکثر مناطق ما با کمبود در زمین دولتی مواجه هستیم و از لحاظ کثرت نفوس نیازمندی دیده میشه که مکتب باید موجود باشه، به همون اساس از تعمیرهای کرایی من حیث محیط آموزشی استفاده میشه. از لحاظ تجهیزات یک سلسله چالش های در اونجا وجود داره که برش رسیدگی صورت خواهد گرفت. 1.2 میلیون تن شمار مجموعی دانش آموزان در کابل گفته میشود. وزارت معارف شمار مکتب ها در پایتخت را بیشتر از 4000 میگوید. دوازده ساعت پس از یک شب تاریک، رویدادی برخواسته از انفجار سه‌شنبه شب بر یک کاروان نیروهای امنیت ملی در بخشی از پایتخت. هرچند محل رویداد پاک شده است، اما خانه های نزدیک به آن همچنان مشغول پاکسازی خسارات برجامانده از این رویداد هستند. به خانه مردی می رویم که بخشی از حویلی خانه اش انبار شیشه ها شده است. مردی با بیماری قلبی و 2 اسپرینگ در قلبش. ساعت 10 انفجار شد، من در روی سرک بودم. من متوجه به همی شدم که برادر بزلا آیا برق شورتی کرد؟ که خلم بس کرد، من روی سرک خود انداختم نخیزم. تا وقتی که انفجار خاموش شد آمده که
آنها گتوات است. این رویداد نه تنها همه شیشه های این خانه را ذره ذره ساخته است، بلکه روح این خانواده را نیز شکستانده است. پس از اینکه نزدیک به ساعت ده دیشب انفجار در چهار راه شهید کابل رخ می‌دهد، این انفجار به خانه های اطراف از این رویداد هم بسیار زیاد صدمه رسانیده است. این یکی از همین خانه ها است که در چند متری این رویداد قرار داره و هیچ شیشه برای از این خانه نمانده است و آل و حوضای از این خانواده را و یک چنین یک آلت ناگواری رسانیده است. اثرهای این رویداد فراتر از اعضای این خانواده است، چنان که فیض الدین هر لحظه تماسی از نزدیکانش دریافت می کند و پاسخ جز ناامیدی ندارد. کل شام شیشه و کتالا و چیزی که بنا بتکید، خدا را شکر ده اگر زندگی بود دیگه جور میکنیم. قربان است، قربان است، بخیر باشی. اگر ما دادیم که دشمن های خاک بدن است که تلاش کرد ما خاک را ترک میگویم. فریدون دومین خردترین عضو این خانواده است، کودکی که پس از انفجار شوکه شده است. سعی داشتیم سریا که انفجار شد، یک دفعه خانه فکر کنی که خانه یک دفعه بالا میشد، خانه یک دفعه بالا شد پس پایین افتاد. یک رقم بسیار خطرناک، بسیار ما وحشت زده شدیم. ترسیدم. خب در این خانه دیگه بودیم که کت مادرم بودم. انفجار که شد دادالیز، اول دادالیزم بودیم، با پس رفتیم در داخل خانه، دیدیم که داخل خانه شیشه زیاد است، باز رفتیم پایین روی اولی آمدیم که روی اولی رو شیشه جمع کنیم. از پلین تیر کردن آبادشان مطلقاً بیکار است. این انفجار بیشترین نزدیکان این خانواده را و این خانه ها آورده است. همه مشغول گردآوری شیشه های شکسته اند. این مرد از حصه اول خیرخانه خودش را به اینجا رسانیده است. خواست همه مردم صلح است. یگانه خواست مردم صلح است. حالا از کوچکترین طفلی جامعه پرسان کنی فقط صلح، صلح، صلح. اما با این صلح رایت نمی بینیم. و دولت یک ذره توجه کنه، حداقل امنیت کابل تامین بکنه. برای دولت میگیم که دولت باید بر وسیله میشه که دی تاپاین خود جور بیان و دیوارم دادم. وقتی که باید خود رو جور نمیشه و معلوم دار که نمیان به دی سولا. هرچند بیرون از این خانه دکانهای نزدیکش نیز از زیانهای این رویداد بدور نمانده است، اما اکنون مالکان این تجارتهای کوچک از یک سو باید دکانهایشان را بازسازی کنند و از سوی دیگر کاروبارشان را ادامه دهند. همیشه میان افغانهای ما را میکشند به نام جنت رفتن. بگذارید جنت رفتن، بالاخره شاید این جنت هم پر شده باشد. بس است، زیاد کشت خون کردین، بس است برادر کشی را. این نخستین انفجار بزرگ پس از اعلام بیرون شدن نیروهای آمریکایی در کابل است. بر بنیاد آمارهای فرماندهی پلیس کابل، در یک ماه پسین سال روان اجری خورشیدی بیشتر از 120 رویداد جنایی در پایتخت رخ داده است. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید که این رویدادها در برگیرنده جنگ مغلوبه، حمله سلاح بدون مجوز، قاچاق، غصب و سرقت موبایل بوده است. با گفته این فرماندهی در پیوند به این رویدادها بیشتر از 230 تن بازداشت شدند. فرماندهی پلیس کابل می افزاید که جنگ مغلوبه بیشترین آمار را در میان این رویدادهای جنایی در یک ماه پسین در کابل داشته است. مثلا فرماندهی پلیس کابل حد اوسط جرمهای جنایی در پایتخت را تا 5 رویداد در یک شبانه روز می گن. این در حال است که روزهای گذشته از کشته شدن 2 پلیس در حوزه سیوم و 1 افسر کماندو در قلعه ایدرخان بغمان گزارش شده است. در ماه عمل سال 1400 بیش از 120 واقعه جرمی که از جرایم جنایی است در کابل اتفاق افتاده. این جرایم مختلف است.